امشب با نعیم جبلی، بازیگر و کارگردان جوان ساکن مونترال گفتگو میکنم. او مدتیه که از ایران خارج شده و فعالیت‌های هنریش رو در کانادا دنبال میکنه. شام آخر نمایشی است که چندی پیش نعیم جبلی در مونترال به روی صحنه برد. اجرای موفقیت‌آمیز در دانشگاه مونترال که با استقبال مناسبی هم از سوی تماشاگرها همراه بود. خوشبختانه امکانات فنی به ما اجازه داد تا گفتگوی رو با نعیم جبلی در کانادا ترتیب بدیم. پیش از هر چیز ازش خواستم تا خودش رو بیشتر معرفی کنه. چطور جذب تئاتر و هنرهای نمایشی شده؟ سلام، من نعیم جبلی هستم، بازیگر و کارگردان تئاتر. فارغ التحصیل رشته بازیگری و کارگردانی از دانشگاه هنر و معماری تهران. شروع فعالیت من و علاقمندی من به تئاتر بیشتر از دوره دبیرستان شروع شد، یعنی زمانی که اولین تئاتر زندگیمو به شکل زنده روی صحنه دیدم که یه کار خیلی خیلی قشنگی بود که هنوز تصاویرش توی ذهن من هست. کاری بود به نام آزاد چنباد که در شهر رشت اجرا میشد و یه جوری جذب و سحر هنر تئاتر شدم و بعد از اون بود که تصمیم گرفتم در همون دوره دبیرستان در کلاس‌های بازیگری شرکت بکنم و شانس اینو داشتم که اون دوره وزارت آموزش پرورش معلمی رو در واقع استخدام کرده بود برای کشف استعدادها و کسانی که علاقه من به بازیگری هستن رو جمع بکنه بین مدارس شهرستان رشت، که خوشبختانه با آقای مسعود بدرطالعی اولین معلم تئاتر هم آشنا شدم و آشنایی من با ایشون و تشویق‌های ایشون و در واقع کاری که با هم شروع کردیم در همون دوره دبیرستان و جشنواره‌هایی که شرکت کردیم، این انگیزه مضاعف در من ایجاد کرد که این رشته رو به شکل آکادمیک و دانشگاهی ادامه بدم. از او درباره فعالیتاش در ایران پرسیدم، با چه کسانی همکاری داشته؟ فرصت دانشگاه و فعالیت حرفه‌ای و قرار گرفتن در فعالیت حرفه‌ای که به هر حال تئاتر ایران یک دایره کوچیکیه و خیلی ها همدیگر رو به خوبی میشناسن، این فرصت این مجال برای من ایجاد کرد که با اکثر هنرمندای بنام و در بیشتر پروژه های تئاتری در اون دوره‌ای که دوره دانشجویی من بود خیلی زود آشنا بشم و شروع کنم به فعالیت کردن. تعدادشون خیلی زیاده، ولی با اکثر هنرمندای به نام ایران از جمله خود آقای آیش، خانم محمدی، خانم کابلی، آقای مرزبان و خیلی ها که شاید الان حضور ذهن نداشته باشن. اما چرا از ایران خارج شده؟ چه انگیزه هایی برای مهاجرت داشته؟ انگیزه من از مهاجرت بیشتر رشد کردن در وادی کاریم و حرفه‌ایم بود و ادامه تحصیل، برای اینکه می‌خواستم از یک فضا یه مقدار بیشتر بیرون بیام و یه مقدار فضای بیشتری رو تجربه بکنم. نه، این مدتیه که در کانادا زندگی میکنه. ازش پرسیدم فعالیت‌های هنری در خارج از ایران چه تفاوتایی با ایران داره. در مورد فعالیت هنری، خب هر جایی ویژگی خاص خودشو داره. ما ایران یک سری امکاناتی هست که ما اینجا نداریم و یه سری امکاناتی هم هست که ما در ایران نداریم. من بیشتر البته در مورد کار فارسی زبان صحبت میکنم. ایران به لحاظ اجتماعی، به لحاظ باورهای مذهبی، به لحاظ ایدئولوژیک ما داره یه سری خطوط قرمز و یه سری هنجارهای اجتماعی هستیم و یک سری محدودیت‌هایی برای انتخاب متون شروع کردن به کار و تا زمانی هم که متن آماده اجرا بشه باز هم اجرا شدنش مشخص نیست، به خاطر همین محدودیت‌ها که چطور آیا واقعا از این خطوط قرمز عبور میکنه یا نمیکنه. به هر حال یک سازمانی هست که کار رو کنترل میکنه که در
یعنی از اون خط و خطوط خارج نشه. ولی در کانادا این همچین چیزی نیست، یعنی زمانی که شما میخوای کاری رو اجرا بکنی و روی صحنه ببرین، فقط کافیه که شما منابع مالیش رو یا سالونی رو که میخواین کارتون رو اجرا بکنی زمانش رو مشخص بکنی و شروع به تمرین بکنی و به اجرا برسین. ولی خب بیشتر در مورد منابع انسانی برای کار فارسی زبان یه مقدار قضیه سخت‌تره و پیدا کردن این منابع مالی هم احتیاج به تلاش بیشتری داره. از او خواستم درباره نمایش شام آخر توضیح بده. چه موضوع و داستانی داره؟ نمایشنامه شام آخر نوشته آقای فرهاد آیش است. این نمایشنامه در ایران دو بار اجرا شده توسط خود ایشون و یک تله‌تئاتر هم برای شبکه 4 ساختن، ولی این چند باری که اجرا شد به فاصله چند سال از همدیگه بوده. داستان این نمایش در مورد یک عده‌ای هست که به یک مهمانی شام دعوت میشن و در واقع میزبان یک زوجی هستن از طبقه مرفه و افراد دیگری که به این مهمانی اضافه میشن نماینده اقشار متفاوت جامعه ایرانی هستند و این تفاوت ها در کنار همدیگه و عدم شناخت از همدیگه و نفهمیدن زبانشون زبان همدیگه یک نقاط کمیکی رو ایجاد میکنه. نمایشنامه شام آخر یک نمایش کمدی انتقادی است به فرهنگ ایرانی و نقاطی از فرهنگ ما رو به شکل تیزبینانه و هوشمندی انتخاب کرده و دور یک میز شام اونا رو به چالش کشیده و باهاش شوخی میکنه. این افراد که دونه به دونه به جمع وارد میشن و کامل میشن، بعد از چند دقیقه یا تقریبا به اواسط نمایشنامه که میرسه دیگه حرفی برای گفتن با همدیگه ندارن و همه چیز دائما در حال تکرار شدن هست که یک میهمان ناخوانده که همون مرگ باشه وارد میشه و قراره که جون اینا رو بگیره و اینا رو با خودش ببره. و این مسئله که بامزه میکنه این داستان تقابل میان این شخصیت‌های نمایش و شخصیت مرگ هست که هیچ کدوم از افراد نمایشنامه نمیخوان باور کنن که قراره بمیرن و دارن میمیرن و همش سعی میکنن که اون رو نادیده بگیرن و ازش بگذرن و رابطه و تضادی که بین روابط مرگ و شخصیت‌های نمایشنامه ایجاد میشه لحظات کمدی بامزه و بانمکی رو ایجاد میکنه. از نعیم درباره گروه نمایشیش پرسیدم. چه کسانی او رو در این نمایش همراهی میکنن؟ بچه های این گروه یکی دوتا از دوستان قدیمی من بودن که با هم در ایران هم کار میکردیم و خوشبختانه من شانس این رو داشتم که بچه ها رو اینجا کنار خودم داشتم و یه تعداد دیگر از بچه ها رو توی عرض 3-4 ماه با جستجو کردن تونستم پیدا بکنم. خوشبختانه اکثر بچه های این گروه تجربه قبلی چه حالا به شکل آکادمیک یا چه به حالت حرفه‌ای و حتی تجربی رو داشتن، ولی خب تجربه روی صحنه رفتن رو هم داشتن خوشبختانه و من واقعا از این جهت خوش شانس بودم. این نمایش در مونترال به روی صحنه رفت. با چه واکنش‌های همراه بود؟ این نمایشنامه رو ما فعلا در شهر مونترال اجرا می‌کنیم. در الانی که این مصاحبه رو ضبط می‌کنیم شب اول رو پشت سر گذاشتیم و قبل از اجرای شروع شب دوم هست که در آخرین اجرای ماست. من بر اساس اون چیزی که دیشب وجود داشت سالنمون خدا شکر کاملا پر بود و بازخورد بسیار خوبی از تماشاگران دیدیم، چه در حین کار و چه زمانی که کار تموم شد و بیرون دیدیمشون و باشون صحبت کردیم. خوشبختانه از اجرای کار راضی بودن و خوشحال بودیم و این باعث دلگرمی ما شد. از نعیم جبلی خواستم درباره آینده صحبت بکنه. چه برنامه‌هایی در پیش داره و کلام پایانی؟ امیدوارم که در آینده شرایط طوری فراهم باشه که باز هم بتونیم از این حرکات انجام بدیم، برای اینکه
کار فرهنگی یک کار زمانبر پرهزینه است و اگه شرایطش فراهم باشه چرا که نه، در آینده هم کار میکنیم. شاید بتونیم این کار رو توی کانادا هم حتی بچرخونیم. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.